مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن به ما ملحق میشه. آقای مهدوی آزاد، این اعتراضات به لحاظ صنفی میدونیم که جزء ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی، با این حال آقای خامنه‌ای همین دیروز هم سخنرانی داشتن، تا به حال یک اشاره کوچیکی به مطالبات به حق معلمان نداشتن. فکر کنید دلیلش چیه؟ دلیل اینکه ایشون این بخش از جامعه رو نادیده گرفتن تا الان چیه؟ بله، اعتراضات مثل اعتراضات اصفهان در واقع هم اعتراضات بسیار ریشه دار، هم ادامه دار، هم به واقع عمیق و با برنامه. یه اتفاق جالب توجهی که افتاد توی اعتراضات معلمان، اگر نگاه بکنید در یک دهه اخیر، روز به روز این اعتراضات بالغتر شده و روز به روز سیاسی تر شده. البته معلمان به خاطر شاید نمیدونم پیشینه فرهنگیشون به نفع حیرت آوری سعی میکنن بهانه دست ساختار سرکوب ندن، مواظب هستن. منتها همین امروز اگر شعار معلمین رو نگاه بکنی، بخش قابل توجهی از شعارها در حد مرز مسائل صنفی و آزادی بیان و دموکراسی بود. بنابراین دیگه واقعا اعتراضات امروز معلمان نمیتونیم بگیم اعتراضاتی هست 100% صنفی یا فقط دنبال حقوق هستن. در واقع نوعی واکنش هست به تحولات یک دهه اخیر ایران که توش وخیم شدن اوضاع اقتصاد حتما یکی از شرایط، بدتر شدن سرکوب هم یکی از شرایط دیگه است. پیشینه عملکرد آقای خامنه‌ای عمدتا نشون میده در این جور مسائل سکوت میکنه، بعد از اون که تونست سرکوب بکنه اون موقع با افتخار با قدرت میاد مقابل تریبون، یه سری تهمت میزنه به اون اعتراضات و میگه مثلا جمع شد. در مورد اعتراضات دانشجویی هم یه بار این کار رو کرد، در مقابل اعتراضات ساکت بود، فقط مثلا اعتراضات 88 موقعی که اون اعتراضات 78 پا گرفت، آقای خامنه‌ای یه سخنرانی کرد، دیگه مدتی ساکت بود. بعد از اینکه ماجرای دفتر تحکیم پیش اومد و دستگاه اطلاعاتی بازی مختلفی کردن، انشعاب ایجاد کردن، سرکوب شد جنبش دانشجویی، اون موقع آقای خامنه‌ای یه سخنرانی قرایی کرد، گفت دشمن نفوذ کرده بود و غیره. برای تصورم این است که یکی از دلایل سکوت آقای خامنه‌ای این هست که همچنان از این اعتراضات میترسه، نمیدونه میخواد باش چه کار بکنه و منتظر هست ببینه که نهایتاً آقای دستگاه امنیتی او میتونن در واقع بلای سر این اعتراضات بیارن، کامل منحرفش بکنن یا خیر. جناب مهدوی آزاد، شما به سرکوب اشاره کردید، همین الان هم سرکوب وجود داره. امروز 3 نفر در تهران بازداشت شدن، 1 نفر در استان فارس، شاید تعداد بیشتری هم بازداشت شدن که هنوز خبرش رسانه‌ای نشده. حالا فرض کنیم که این سرکوب ادامه داره، ولی موضوع اینه که تجمعات هم ادامه داره علارغم فشار و تهدیدات امنیتی. در نهایت اگر حکومت بخواد یه کاری انجام بده، چه کاری میتونه برای راضی کردن و پاسخ دادن به نیاز فرهنگیان انجام بده؟ چی از دستش برمیاد؟ ببینید، یه بودی از این بود بزرگی، بود قابل توجه از این اعتراضات، خب مسائل صنفی و معیشتی است دیگه. حالا دو تا طرح بوده که این دو تا طرح عملا یه جورایی هم ترکیب شده، طرح همسان سازی بود و بعدم طرح رتبه بندی که در واقع الان یکی از شعارهای امروز معلمین بوده. در مورد نفس اینکه این طرح دقیقاً چقدر هزینه میذاره روی دوش دولت جمهوری اسلامی ایران، اختلاف نظر خیلی جدی وجود داره. موقعی لایحه بودجه رو میدادن، آقای نوبخت گفت 150 هزار میلیارد تومان، یک از اعضای کمیسیون بودجه مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس، گفت 110 تا 120 هزار میلیارد تومان. کسانی هستن که میگن با ما در واقع سالی 35 تا 40 هزار میلیارد تومان مثلا دولت میتونه این طرح رو عملی بکنه. واقعیت هستش که هنوز دقیقاً نمیشه گفت که اگر قرار باشه این چیزی اجرا بشه، به خاطر پیچیدگی معلمان، پیچیدگی در واقع ردیف‌های استخدامشون، چه هزینه مالی روی دوش دولت میذاره. منتها اون چیزی که مسلم هست با قطعیت میشه گفت، حکومتی که در واقع اقتصادش فلج شده و با دنیا سر سازش نداره، خیلی هم براش رفع تحریم‌ها مهم نیست، و در این حال اون تهمانده به حقوق رو هم به دلایل ایدئولوژیک، تهمانده بودجه‌ای که وارد کشور میشه به دلایل ایدئولوژیک خرج سیاست خارجیش میکنه، در یمن میخواد موشک بهشون بده، در سوریه میخواد خرج بکنه، در لبنان میخواد خرج بکنه، و تازه بخش قابل توجهی از مانده اون بودجه هم دوباره خرج ساختار سرکوب میشه. واقعاً این حکومت توانایی مالی، امکان اینکه بخواد به وضعیت معیشت شهروندان برسه نداره. ببین همین امسال بودجه میگه 3000 میلیارد تومان فقط برای تولید محتوا در شبکه‌های مجازی به صدا و سیما دارن، 3000 میلیارد تومان. نمیدونم شما هزینه عظیمی که در کشور خارج میشه در نظر بگیرید. واقعیت نیستش که حکومت نمیتونه پسش بر بیاد. اینجاست که سوال اصلی پیش میاد که این مسیر رو هر چقدر دور ادامه میده و در واقع مسیر ادامه پیدا میکنه، به جایی میرسه که ادامه دادنش داره سخت‌تر میشه و حکومت باید یک تصمیم استراتژیک و جدی بگیره که میخوان نهایتاً در لحظه آخر چیکار کنه، بره به سمت سرکوب حداکثری یا اینکه تغییرات اساسی بده در منش و رفتار. جناب مهدوی آزاد، شما خودتون بارها گفتید که پیش بینی یک رفتار معقولانه بر هیچ اساس هیچ مبنای از سوی حکومت واقعا ممکن نیستش. شما پیش بینیتون از ادامه اعتراضات و سرانجام اعتراضات صنفی معلمان که هر روز داره گسترده تر میشه چیه؟
ببینید معلمان در سالهای اخیر نقش رو پیدا کردن. من دفعه پیشم داشتم میگفتم که اصفهان پیدا کرده، یه جوری اصفهان شده در واقع شهر مرکزی اعتراضات در ایران، اعتراضات بسیار سطح بالا، شبیه مثلا نقشی که تبریز در مشروط داشت. معلمان یه جوری قبله معترضان در ایران شدن، یه زمان جنبش دانشجویی شد این نقش رو داشت، حالا الان معلمین پیدا کردن. برای من مسئله فقط سرکوب اعتراضات نیست، اینکه یه اعتراض توش پلیس زده شورش بفرستن یه در بگیرن، این پایان دهنده نخواهد بود. اعتراضات معلمان این روزها در واقع یک نمونه است از اون چیزی که در جامعه هست، و حتی اگر روش یه دری بذارن، روش بتونن به صورت مقطعی مهارش بکنن، در نهایت دوباره از جای دیگه بیرون خواهد زد. سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد که از بن همراه ما بودید.